صفی، حالت چطوره صفی؟ نه نه، هنوز هیچ خبری نیست. الو قنچه؟ ها داداش چی کار کردی؟ چی کار کنم؟ آیدیا لباسشو میپوشید. منم رفتم آرایشگاه، ماشینو گرفتم و الانم دارم میرم پیش اونم. چی میخواستی به هم بگی؟ داداش جانم، من بهت کمک میکنم. میدونستم درکم میکنی قنچه. بالاخره تو هم راضی شدی عزیزم منون. خب دیگه، بحث راضی شدن نیست، داشتن خانواده همینه دیگه. همه چی درست میشه، به هم اعتماد کن. خدا کنه. خب خیلی هیجان زده ای؟ خیلی. میگم یه مراسم با شکوه هم بگیریم ها؟ مشخصه میگیریم، چرا نگیریم؟ هر روز جشن میگیریم و تو هم باید همش برقصی. وای داداش بی خیال، من که فقط بلدم تانگو برقصم. وای، برنامه ریزی مراسم عروسی با تو، برامون تانگو هم برقص باشه؟ حالا اینو بکنار، باید ببینیم چطوری این موضوع رو به بابا بگیم، بقیهش درست میشه. باشه عزیزم، پس شب همدیگه رو میبینیم. آها راستی قنچه، در ضمن به خاطر اینکه هر احتمالی وجود داره آمبولانس هم گفتم بیاد. نگران نباش. باشه باشه، پس خدافظ، یادت نره برام عکس بفرستی. باشه. خب باشه، بای. چی شده قنچه؟ این چیه؟ مامان، این دختره حسرت رو میگم، کاری نکنه کم رو به همون شک کنه. اگه بفهمن کار ما بوده دیگه بدبخت میشیم و میفتیم تو زندان. مامان چرا نگو دختر، ما که رفته بودیم لباسا و پوتینا رو بهشون پس بدی، از هیچی هم خبر نداریم، پولشون هم دادی. دارین چی کار میکنی؟ زهر ترکمون کردی کمرو. حسرت دیگه رفت، قهوه رو خودتون بخوری. رفتش؟ بهش زنگ زدن، اونم سری رفت. خوبه، پس خودمون میخوریم. کمرو، رو کپوسکنده بگو ببینم، وقتی پولو به اوزان ندادی چی گفت؟ آبجی فاطمه، واقعا نمیخوام راجبش حرفی بزنی، الان نمیخوام هیچی از اوزان بشنوم. چرا مگه؟ چی شده؟ اوزان دیگه برای من یه غریب است. کمرو چرا لج میکنی؟ با یاشار ازدواج کن، زندگیت از این رو به اون رو میشه. آبجی فاطمه دوباره شروع نکن، خواهش میکنم. دخترم، مامانش همش از تو میپرسه، یاشار تو رو خیلی دوست داره، نمیذاره آب تو دلت تکون بخوره. کمرو جون، رو چشاشون جا داری. دیگه این حرفا رو به هم نزن، من هیچ وقت با یاشار ازدواج نمیکنم. فهمیدین چی گفتم؟ هیچ وقت. مامان جون دیدی چی گفت؟ هیچ وقت دیگه حرفشم نزن. وای باشه داداش، من آمدم. چی کار کردین؟ همه چی ردیفه؟ باشه عالیه، پس منم میام پیشتون. تونستی با قنچه حرف زنی؟ خیلی خوبه، پس من بهش چیزی نمیگم. باشه، اونجا همو میبینی. مامان بزرگ؟ شما نمیتونین گولم بزنین، من میرم پیش کمرو، اصلا دنبالم نگردی. آه مامان بزرگ، تو چی کار کردی؟ آبجی صفیه،
دیروز تعقیبشون کردم. اونا فهمیدن که من دنبالشونم. یه حقه بهشون زد. الان به من بگین این دوتا چه برنامه‌ای دارن؟ والا منم نمیدونم چه خبره، اصلا عقلم قد نمیده محمد. دیدی اون دفعه به خاطر خونه چه بلایی سرمون اومد؟ بابت خونه متاسفم. میخواستم آیده رو تحت فشار قرار بدم، وگرنه قصدم این نبود که اینجوری بشه. ولی این قضیه به نفع تیومان شد. مرگ برنده دست منه. من میتونم هر کاری کنم. میخوای همه چی به نفع تو تموم بشه؟ پس گوش کن، این جعبه خالیه، $10,000. خیلی خوب، $20,000. نشد؟ $30,000. این میتونه توجه اعضای انجمن رو جلب کنه. نه گلسران خانم دوباره برگشت به انجمن. چی بگم والا؟ خیلی خب، پس $100,000. نه تنها توجه انجمن رو جلب میکنه، بلکه میتونی مثل قدیم ملکه انجمن باشی. الان اگه میخوای اینو بندازم تو جبه و همه چی به نفع تو تموم بشه، باید یه کاری برای من انجام بدی. به من بگو آیدا و تیومان چه برنامه تو سر دارن. اونا امروز ازدواج میکنن. چی؟ شنیدی دیگه، آیدا و تیومان امروز ازدواج میکنن. آبجی صفیه ببین، به هیچ کسی چیزی نمیگی، فهمیدی؟ من هر طور شده پیداش میکنم، باشه؟ باشه اوزان، خوبه. همش تقصیر منه. نباید میگفتم کمرو رفته. نمیخوام از این موضوع بابام چیزی بفهمه. بهشون بگو اوزان رفته بیرون، یه بهونه ای بکن. باشه اوزان جون. میخوای چی کار کنی؟ کجا دنبالش میگردی؟ نمیدونم. ولی تا مامان بزرگو پیدا نکردم بر نمیکردم. آه خاله ملاحت، آه. این دارو مال کیه؟ دخترم. چیزه؟ خب مامان، راستش این دارو چی میگی؟ راستش چی؟ قنچه، صبح دیدم با داداشت بیرون نشسته بودین و حرف میزدین، الانم داشتی قایمکی با گوشی حرف میزدی. میشه بگی چه خبره؟ هیچی مامان، داشتم در مورد عروسی داداشم حرف میزدم. چی؟
مگه تو هم خبر داری؟ به تو هم گفته؟ نه، من خودم فهمیدم، خودم دیدم. چه جوری خودت دیدی دخترم؟ قدریه بهت نشون داده؟ نه مامان، فلشو پیدا کردم. اونم میدونی کجا بود؟ تو دسته بابام بود. مامان میدونی کم بود ببینه، به سختی ازش گرفتم. وای خدا تو حفظش کن. آخه میبینی قنچه داداشه چه کارایی میکنه؟ هنوزم باورم نمیشه چطور میتونه اینجوری بکنه. خب چون خیلی دوستش داره. اینجوری دوست داشتن به درد نمیخوره. آیدا اول نامزد محمد بود، الانم که با تیومانه. گفتم اگه ولش نکنی شیرمو حلالت نمیکنم، ولی توجهی نکرد. وای مامان واقعا که این چه حرفی بود که زدی ها؟ چی کار میکردم دخترم؟ اگه از رابطه اونا کسی چیزی بفهمه، اون موقع چجوری تو روی مردم نگاه کنیم ها؟ خب چطور تو روی هم دیگه نگاه کنیم مامان؟ این خیلی بدتر نیست؟ واسه همینه دیگه توصی که داداشم دوست داره رو آماده نمی کنی؟ هر روز خودت لباساشو اتو میزدی، الان میدی به آبجی صفیه؟ داداشم بدون اینکه تو رو ببوسی از خونه نمیرفت بیرون، ولی الان میره مامان. چرا؟ چون اصلا بهش نگاه نمی کنی. داداشم سزاوار این نیست. چطور میتونی این کارو بکنی؟ سخت دخترم. آدم با بچهش اینجوری میکنه؟ فکر میکنی میخوام بچه‌مو ناراحت کنم؟ آره مامان. نمیتونی این کارو بکنی. اجازه نمیدم اینجوری کنی. نمیذارم. الو محمد. دیمت شما کجایین؟ فکر کردی من بهت میگم الان ما کجاییم؟ آره همینطوره. هر کسی یه قیمتی داره دیمت. چکو هنوز پاس نکردی؟ داری فکر میکنی که اون پولو بگیری یا نه؟ برای این که بگی آیدا کجاست چقدر میخوای بهت بدم؟ بگو. تو نمیتونی اونقدر بپردازی. الو الو دیمت. لعنتی، حساب این کار تو پس میدی؟ نمیذارم حتی یه نفس راحت بکشی. رو چیزی شده؟ دیمت خوبی؟ خوبم، عالیم. تو لباستو نپوشیدی؟ لباسم اینجاست. آیدا کجاست؟ یه لباس دیگه ای رو پوشیده بود. جدی میگی؟ چرا اونو نپوشیده؟ اینجوری نمیشه. نگران نباش، الان همونو میپوشه. برم ببینم چی شد. باشه خوبه. ای بابا، پس این پسر کجاست؟ جارارارار، عروسمون آماده است. وای خدای من. عشقم تو نباید منو میدیدی، میگن خوب نیست. رو تو اون ور کن. من اعتقادی به این چیزا ندارم. واقعا فوق‌العاده شدی. واقعا همینطوره. آره واقعا. موندم من چه کار خوبی کردم. اینکه قلبا دوستم داشتی، تو هر شرایطی کنارم بودی. خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. باشه پس، خیلی ممنون. همین الان خودمو میرسونم. کمرو چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ حسرت زنگ زده بود، چیزی پیدا کردن؟ نه، من ای کار زنگ زدن. حرف زده بودیم. آدم زنگ زده بود، گفته بود برات کار پیدا میکنم. اگه بتونم این کارو بگیرم عالی میشه. برو انشالله. برات دعا میکنم. ممنون.
اوزان؟ کمرو نازلی تو خون هست. من اومدم تو رو ببینم. چرا؟ چرا اوزان؟ بعد اون حرفای دیروزه چرا اومدی؟ کمرو صبر کن، گوش کن چی میگم، لطفا. من اگه جای تو بودم دیگه هیچ وقت اینجا نمی اومدم. کمرو به کمکت نیاز دارم. معذرت میخوام، با نازلی حرف بزن. مامان بزرگم نیست. چی؟ آره. نمیذارم این اتفاق بیفته. هیچ وقت اجازه نمیدم. نابودتون میکنم. چه خبره؟ چرا داری داد میزنی؟ به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ چی میگی داد نزن؟ دختری که عاشقشم بلم کرده، تو آخه چی کاره ای؟ پسرموی خودم نام زدم و ازم گرفت. دلم میخواد داد و بیداد کنم. نمیذارم با هم ازدواج کنن، میفهمی یا نه؟ نمیذارم. هرگز اجازه نمیدم تیومان، هرگز بهت اجازه نمیدم با آیدا ازدواج کنی. الو مامان. پسرم تو چی کار کردی؟ تونستی به گل سرن زنگ بزنی؟ فهمیدی تیومان و اون دختره میخوان چه دست گلی به آب بدن؟ فهمیدم، اونا میخوان ازدواج کنن. چی؟ پسرم تو چی داری میگی؟ آخه کی؟ امروز. مامان تیومان زیاده روی کرده، هر کاری میکنم نمیتونم جلوشو بگیرم. دست تو دستم میرن دیدن عمو حمید، باید جلوشونو بگیرم. مامان میدونی قراره کجا عقد کنن ها؟ تو آنکارا بیشتر از 50 محضر پسرم. چجوری میخوای پیداشون کنی؟ پیدا میکنم، به هر قیمتی که شده پیداشون میکنم. اجازه نمیدم اونا با هم ازدواج کنن مامان. اما به کمکت نیاز دارم. چجوری؟ تو مطمئنی؟ مطمئنم مامان. محمد پسرم اگه بفهمن بدبخت میشیم. مامان آیدا امروز با تیمان ازدواج میکنه، دیگه شانسی ندارم. بذار هر چی میشه بشه، برام مهم نیست. همین که گفتم. اینجوری نگاه نکن. بذار ببینم. تموم شد خانم. خیلی ممنون. خیر خواب. خیلی بهت میاد. تو کی لباستو تنت میکنی؟ بذار اول این عکس رو بفرستم برای قنچه، بعدش میپوشم عشقم. قنچه کمکمون میکنه مگه نه؟ آره البته، چون مامان و بابام بی خبرن، اونم یه کم نگران این موضوع شده، اما الان داداشش رو درک کرده. ما با هم حرف زدیم. ببین عشقم، بعد این که عقد کردیم میریم و همه چی رو به بابام میگیم. برای احتیاط گفتم یه آمبولانسم بیاد پیش خودمون. داروهای دکتر و مسکن کنارم آماده میکنیم، قنچه حلش میکنه. خواهش میکنم اینقدر نگران نباش عشقم، همه چیز خوب پیش میره. زود باشین، هنوز آماده نشدین تیومان. زود باش، آماده شو یالا. خیلی خوب، زودی برمیگردم. بیا عزیزم. Thank you.
امیدوارم همه چی طبق میلت پیش بره. این چیه؟ قنچه؟ آیده لباس عروسیشو پوشیده، تیومان اینو فرستاده. قنچه، نکنه میخوان ازدواج کنن؟ نه مامان، این چه حرفیه دیگه؟ رفتن لباس عروسی انتخاب کنن، همونجا چند تا عکس فرستادن. قنچه به من دروغ نگو، بگو اونا ازدواج میکنن. خدا لعنتت کنه. میدونستم این دختر عقل تیومانو ازش میگیره، خونواده ما رو از هم میپاشونه، اون میخواد بدبختمون کنه. کمرو لطفاً کمکم کن. چی؟ یعنی ملاحت خانم غیبش زده؟ تو داری چی میگی؟ اون یه نامه نوشته و گذاشته رفته. ببین نوشته میرم پیش کمرو. اون که نمیتونه تنهایی جایی بره، باید یه بار یه نگاهی به دوربر خونه بندازی. دیدم کمرو، دیدم، نیست، هیچ جایی نیست. حتی از ایستگاه تاکسی هم پرسیدم ولی هیچ کسی اونو ندید. اون تنهایی تو خیابون چی کار کنه؟ اگه بلایی سرش بیا چی؟ نمیدونم کمرو، نمیدونم. بازم داره دوروبر زن داداشمون میپلکه. عوضی داداش، تقصیر منه. بهش گفتم که تو رفتی و دیگه نمیایی، به خاطر همین رفت. گفتم تو یه کار بهتر پیدا کردی، خیلی خوشحال شد، حتی میدونی خیلی تشویقت کرد، ولی بعدا این نامه رو گذاشته و رفته. منم بدون اینکه به کسی چیز بگم اومدم اینجا. یعنی کجا رفته؟ واقعا نمیدونم. خدای من، اوزان اونجا چه خبره؟ اوزان چی دختر؟ اوزان پیش کمروه، نمیدونم درباره چی حرف میزنن. اوزان تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا اینجا وایسادی پسرم؟ هوا خیلی سرده. مامان بزرگم گم شده. چی؟ آره اون گم شده، یه نامه گذاشته و رفته. تو نامه نوشته میرم پیش کمرو، الان هم داریم دنبالش میکردیم، واسه همین نمیتونم بیام تو. حالا چی کار کنی؟ البته من میدونم اون کجا رفته. من میدونم کجا رفته. آکواریوم. چی؟ کمرو، آکواریوم چی؟ اوزال میگه خاله ملاحت گم شده، تو داری میگی آکواریوم، این دیگه چه ربطی داره؟ حتما رفته همونجا. زود باش بیا بریم. کجا میری؟ سوار شو. میدونستم اون دختر میتونه دل داداشه تو به دست بیاره. اونا ازدواج میکنن قنچه، بدون این که خجالت بکشن میخوان با هم دیگه ازدواج کنن. نهان جون، این چیه تو آشپزخونه پیداش کردم؟ اون چیزه، خرمای خوش شده یه اترابزانه، یکی از فامیلای صفیه فرستاده. خیلی خب، بهش پول بده، 2 کیلو دیگه هم برامو بخرم. باش عزیزم، حلش میکنم. اینجا چه خبره؟ هیچی. مطمئنی؟ آشفته ای، مامانت هم عصبانی به نظر میرسه، و باید اینم بگم که گوشیت هم دست مامانته. بگین چی شده؟ چیزه، قنچه به من داشته چیز رو نشون میداد. چیزه؟ اگه تو امتحانت قبول نشده باشی، از دستت ناراحت میشم قنچه. این آیده؟ لباس عروس تنشه. نزدیکترین دفتر ازدواج کجاست؟ کورتولوش.
خیلی خوشتیپ شدی. اما یه چیزی کمه. در زم عذر میخوام، ما اسم همو نمیدونیم. همینطوره. اما الان که اینجاییم، من رومئو هم. جولیت. آره. خوشحال شدم. منم همینطور. باورم نمیشه، اما این پیش من بود، تو چجوری؟ شاید من برداشتمش، دادمش به تیومان. خیلی خوب. لطفا بفرمایید. حالا که دوباره همدیگر رو دیدیم، منصرف نشدیم و به هم رسیدیم. آیدا، آماده ای که داستانمون رو به خوبی تموم کنیم؟ جولیت، من آماده ام. رومئو، پیداتون میکنم. هرگز اجازه نمیدم ازدواج کنین. مامان بزرگم تو آکواریوم چی کار میکنه؟ آکواریومو چطوری پیدا کرده؟ خب راستش اون قبلا درباره آکواریوم بهم گفته بود، یه داستان در مورد بابا بزرگه. این دیگه چی میگه؟ یاشار، یاشار چه خبره؟ نکنه دیوونه شده، نزدیک بود تصادف کنی. تو با این احمق چی کار داری؟ تو چه ربطی داره ها؟ هی کسی از تو سوال نکرد. برو عقب، برو عقب. باشه اوسان، باشه اوسان، لطفا آروم باش، لطفا. کامرا را بیافت، تو باید با من بیای. به اون دست نزن، دستشو ول کن. را بیافت اوسان. گفتم را بیافت اوسان. خواهش میکنم تو آروم باش، من میرم حرف میزنم و برمیگردم. باشه. رفتن اینو انتخاب کردن؟ خب اینو آیدا انتخاب کرده. من فکر میکردم یه چیزی با کلاستر از اینو باشه، مگه نه؟ چیزه مثلا مثل لباس عروسی دختر آقا آسم. نه بابا جون، اون کارش خیلی زیاد بود. بگذاریم، هرچی نباشه بهتر. مراسم عقد طول نکشه، چون اصلا خوشم نمیاد، فهمیدی؟ چرا این حرفو میزنی حمید؟ خب اصلا خوشایند نیست. وقتی خیلی طولانی میشه اعصاب آدم خرد میشه. محمد مثل دیوونه همش اینور اونور میره. آیدم اصلا تو شرکت نیستش. نمیخوام توی لحظه مشکل پیش بیاد و یهو قلبم از کار بیافته. ای خدا، این دیگه چه حرفیه حمید؟ دخترم، اینطور که به نظر میرسه اونا رابطهشون با هم خوبه. آره خوبه، خوبه. آره آره، البته که خوبه. رفتن لباس عروسی بخرن، خوبه خوبه. سلام. صفیه به هم گفت شما اینجایی. خوش اومدی قدری. خوش اومدی قدری. ممنون. ممنون عزیزم. داشتیم در مورد یه موضوعی حرف میزدیم. پسر عروست رفتن لباس عروس بخرن، برای همین خوشحالم. چی لباس عروسی؟ آره خبر نداری؟ به زنمود نشون بده. الان نشون میدم. ببینین، بله اینجاست. اونچه برو به صفیه بگو واسمون چای بیاره، چند تا خرمام کنارش بذاره. قدریم ازشو بچشه، شاید خوشش بیاد. باشه بابا، باشه. یه بشین قدریه، یکم شیرینی بخوریم و حرف بزنیم. پیشنهاد خوبیه حمید، اما فکر نمی کنم
الان خیلی برای این کار وقت داشته باشم. رفتی و با پول بابات واسه خودت ماشین خریدی، اون وقت اسم خودتو گذاشتی مرد؟ آره حق با توه پسر، من خرجم از بابا میگیرم، ولی بدتر از اون اینه که نوچه کسی دیگه باشی. یا شار شما میتونین دارین چی کار میکنین؟ یعنی اینجوری مثل مافیا میین یه هایی جلوی آدم سبز میشین؟ کامرو این یارو چی کار است ها؟ تو هم داری از اون دفاع میکنی؟ ببین من به خاطر تو اونو تیک پارش نکردم، اما بهش بگو که دیگه تو محله ما آفتابی نشه، فهمیدی؟ آخه به تو چی؟ به تو چی؟ هر وقت بخواد میاد و میره. مامان بزرگ اون پسر غیبش زده داریم دنبالش میگردیم. ببین ما عجله داریم یاشار، لطفاً یاشار، لطفاً لطفاً درد سر درست نکن. کامرا خواهش میکنم با من این کارو نکن. خب اینجوری قلبم وای میسه، دنیا رو سرم خراب میشه. خیلی خب بگذر، ولی من مراقبه اون پسر هستم، اگه اتفاقی واسه تو بیافته میکشمش، فهمیدی؟ کسی نمیتونه به من آسیب برسونه، من مراقب خودم هستم. کمرو همه چی مرتبه؟ شیطونه میگه که؟ یاشار یاشار آروم باش، منو ببین، منو ببین، ببین گوش کن یاشار، ما الان داریم میریم، شما مؤدبانه برین عقب باشه؟ به خاطر تو کمرو، فقط به خاطر تو. اوزان زود باش، اوزان زود باش، بری. داداش چرا نذاشی دخلش بیارم؟ هر چیزی به موقعش تنجایی، بذار کامرو بده کارم بشه، واسهش عزیز بشم، بعدا حساب اون پسر را میرسم. یالا سوار شو. کاظم چی کار کردی؟ رفتی اونجا؟ بگو چی کار کردی؟ باشه تا هم الان برو با اون یکی دفتر. یالا خیلی خوب باشه، منم الان دارم یه سر میرم به دفتر گیجیک بار. باشه. نه، وقتی به اوزان اعتماد کنی و به عنوان شاهد عقد بیاریش همینه، اون جواب نمیده. نکنه چیزی شدی؟ نمیدونم، بگذاریم، حتما زنگ میزنه. دیمت گفت آماده میشم و میام، امیدوارم دیر نکنه. ما الان داریم جدی جدی ازدواج میکنیم رومئو. من در خدمتتم. دیگه چی ازم ساخته است آیدا؟ اینجا زانو زدم و منتظر دستور تو. بدون تو زندگیم از اول تا آخرش هیچه. اگه تو کنارم نباشی نفس کشیدن معنی نداره. عجب دیالوگی گفتی. به خاطر تو گفتم عشقم. یعنی میدونستی ازدواج میکنی؟ از اولین روزی که تو رو دیدم. صفیه اینو بده به من، من میبرم. نه اینجوری نمیشه قدری خانم، خودم میبرم. ای بابا بده من میبرم.
من نمیتونم گوشیمو کجا گذاشتم. تو برو یه بار باغچه رو ببین، ممکنه افتاده باشه اونجا. بذار اول چایی ببرم، بعدش میرم سر وقت گوشی. صفیه میگم برو دیگه، شاید یکی به هم زنگ بزنه. زود باش. عذر میخوام حمید جون، امروز شاید قلبت از کار بیفته اما من باید انجامش بدم. باشه مامان جون، گفتم که زنگ میزنم. آروم باش، فقط رفتن لباس عروسی انتخاب کنن. قنچه، کسی که بخواد ازدواج کنه واسه خودش لباس عروسی انتخاب نمیکنه. اگه ازدواج کنن چی؟ زود باش دیگه. باشه باشه. ای بابا. قدریه، تو مگه دستشویی نبودی؟ من نتونستم گوشیمو پیدا کنم، به صفیه گفتم بره ببینه. من چایی رو میبرم. نه من که هستم، بدین به من میبرم. نه نه من خودم میبرم. ببین هست دیگه، تو واسه چی میبری قدریه؟ بیا ما بریم باغچه زمستونی. نه زنمو بده به من، نه. من میبرم. بده بده. خدای خودت کمک کن خدا جون، خودت به دادم برس. چی کار کنم؟ خیلی خوب. تمام شد. خوب چایی چی شد؟ سه نفر آدم رفتین ولی تا الان نتونستین یه چایی برین؟ قنچه الان میاره عزیزم. خوب قدریه، تو چیزی میگفتی؟ گمونم میخواستی یه چیزی بگی. خب من داشتم میگفتم محمد، تو میخوای برگردی سر کارت حمید؟ گفتی کار؟ تو خبر نداشتی؟ ای کاش من این حرفو نمیزدم. نه عزیزم، من خودم میدونستم. مگه میشه حمید بی خبر از من بره سر کار؟ آره، یعنی من با خودم گفتم نکنه حمید از محمد ناراضیه، شاید برای همین برگرده سر کارش. میخواستم همینو بگم. دختر شیطون من، تکون نخور، بذار چاییمو بردارم. بگیر بابا جون. بگیرین زنم. ممنونم دخترم. بده دخترم بده. به زنم بود خورما بده. سلام، خسته نباشی. سلام. ببخشید ما دنبال یه پیرزن میگردیم، شما اونو این اطراف ندیدی؟ این عکسشه. شیفت تازه عوض شده، حتما همکارم میدونه. باشه پس ما میریم داخل و میگردیم. میشه شما بگین سگ ماهی ها کجا؟ یکم جلو دست راست. گفتی سگ ماهی؟ بیا بریم زود باش. آه
خیلی خوشگل شدی. همونطوری که فکرشو میکردم.